برای گروهی بیشمار از موجودات عالم جنگی بیش نیست. تلاش به خاطر کسب روزی جنگی است علیه فقر و گرسنگی. سرقت جنگ است، جنگی علیه قوانین و به خاطر دست یافتن بر آن چیز که از آن دیگری است. هر آوای شادمانی جنگی است بر ضد غم. خواهش میکنم به خاطر من رحم کن، بذار پازوده جلوی این رسوایی رو بگیری. آن که پایبند اصول است علیه ننگ و رسوایی. حتی آنجا که تاریخ زندگی نشان میدهد انسانها همیشه جنگیدند. گویی که آرامش خیال فقط با جنگ میسر است. برای هر موجود زندگی جنگ است. طغرل همه جا قلب پریشون چشم گریون رنج فرابونه، همه جا از وقت بارون نلو نالون بی سر سامونه، همه جا نمتنگ تنگه، همه جا نیرنگ و رنگه، همه جا شادی فراموشه. نه لبی میخنده گاهی، نه دلی داره پناهی، همه جا فریاد خاموشه. از مکانی دیگر و از دیاری دیگر طغرل به محیطی تازه گام نهاد. سلام زنم طغرل. جوانی مستعد و آماده، جستجوگر و ماجراجو در نبرد زندگی. ولی من فقط از خدا میترسم، از بندگونش هیچ ترسی ندارم. هر کی بخواد بهم زور بگه جلوش وا میستم. نخستین جنگ او جنگ عشق بود. به خدا مرگم بده. نه ترس، من غریبه نیستم. خیلی وقت بود اینجا رو نگاه میکردی؟ ای همچین، اسم چیه؟ فتی، اسم تو چی؟ طغرل، یه خروس دارم رو نشین زیره. چشم خواب و نگاه خواب مشتاق مقدمات لطیفترین و شورانگیزترین نبرد زندگی را برای طغرل تدارک دیدم. هر وقت بخوای میتونی من اینجا پیدا کنی، اما میدونم که بابات هیچ وقت نمیذاره منو تو زنش دار بشه. نه این حرفو نزن، من اگه بمیرم زن هیچ کس غیر از تو نمیشم. تو رو من تو رو خیلی دوست دارم. عشقی آمیخته به جان ولی مغایر با شؤونات دو خانواده. خیلی خوب حالا میبینی نابودش میکنم، میکشم. نه و گویی زندگی چنین است که بر هر عشق شاخه های نفرت نیز بزنن. حیوانم تا پا رو دمش ندارن صداش در نمیاد، آدم که بی خود به مردم نمیفرم. و اکنون این است طغرل در مطاف یک عشق، یک ننگ، یک ترحم و یک پیکار. طغرل طغرل سعید رابست در نقشی تازه. طغرل همراه با دلارام، شهین، خاجوی، حسن رضایی، جنتی، فرهاد حمیدی با معرفی محمد عرب. جمال آقا شما این و با شرکت افتخاری کمدین مشهور سینما میری. خیلی خوب، پا قرار اومدارمون چی شد؟ زده قرارم بنده. چی زده قراری؟ اختیار داری؟ اختیارم بنده. یعنی چی؟ براخره میخوای عروسی کنی یا نه؟ در انتظارم بنده. خود تو لوسکو میزم تو ملاجتا. طغرل نامی بر ساخته جدید سیامک یاسمی کارگردان چیره دست سینما. طغرل فیلمبردار حمید مجتهدی. طغرل داستان ما درباره زندگی آرام یک خانواده است. یک خانواده خیلی ساکت، خیلی عادی، که در میان افرادش نه جنگ، نه دعواست، نه شیطنته. خاک بر سر بیارزت کنم. یک خانواده بسیار بسیار نجیب، سربراه و معبود. تو با زن من چی کار داری؟ گردن کنو. تو چی میگی با دختر من چی کار داری؟ و چون این خانواده مظهر صفا، وفا و دوستی هستند، بهتر یکی یکی اونها رو به شما معرفی کنم. تقی ظهوری، عجیبترین بابای دنیا، پدر خانواده. کتایون، آخرین عیال آقا با اختلاف سن 40 سال. میری، پسر بزرگ از عیال اول. لیلا بهاران، دختر دم وقت خانواده از عیال دوم. مختار،
عاشق بیقرار لیلا بهاران ولی بی نصیب از مال دنیا. آراسته رقیب سرسخت. نوشین شکار تازه و عیال جدید جناب ظهوری. و ایران قادری مادر دختر خانم اخیرالذکر. شیطونه میگی جفتشون واسه خودم بگیرم واسه واسه یه فکر دیگه بکنم. اگه این آدم های جور و جور بیان تو یه خونه زندگی کنن و همگی بشن یه خونواده، اون وقت چه اتفاقای عجیب و غریبی میفته؟ نفهمیدم چی کار داری میکنی؟ پسر گنده بعد داری پای زن منو ماساژ میدی؟ حالا مگه چی شده؟ من جای مادر اینم آخه. تو اینقدر پور و اطفار اومدی که منم حالی به حالی مهم به مال. یالا برو قاجا. من نمیدنم همه شما رو گوش بدم. این میگد با مال، تو میگی نمال. اما بیشتر حوادثی که اتفاق میفتاد به خاطر احتیاج تک تک افراد بود. مثلا زن احتیاج داشت به محبت شوهر، شوهر برای خیلی چیزهای غیر قابل ذکر احتیاج داشت به استراحت. اصلا حیف من که خودمو برای تو برزک کردم. دختر دم بخت احتیاج داشت به خواستگار، خواستگار احتیاج داشت به پول، پسر احتیاج داشت به جیره روزانه و پدر احتیاج داشت به پول، به عشق، به بوسه، به ماشین، به خونه، به آپارتمان، به عیال جدید، به عیال جدید، به عیال جدید. خلاصه پدر آدم محتاجی بود و همیشه با همه جا میگفت آی آقا بده در راه خدا. و این بده در راه خدا آخرین فرمول اکتشافی جناب ظهوری بود برای رسیدن به تمام احتیاجات. بالاخره از قدیم گفتن جدایی کن که محتاج خلق نشی. بده در راه خدا. وای چرخا میزنه این نور دیده، وای چه چیزایی میگه این خیر ندیده. عروسی دخترمونه یالا زود باش، عروسی دوتا جوونه یالا زود باش. بده در راه خدا. شادی و نشاط تو این فیلم موج میزنه و قهقه از هر طرفش میباره. خلاصه این فیلمیه برای خنده. در ضمن کلیدی هم هست برای پیدا کردن رمز جوانی جاودان به سبک ظهوری. بده در راه خدا. خجالت داره آقا، دیگه از شما گذشته. اختیار دارید خانم، از من گذشته؟ من تازه اول آلبالو پامو میذارم رو گیلاس. بفرمایید. رو نیست که، چرمپای قزوین. الهی قربون این شوهرم برم، تو چقدر با نمک. عینکیاش شیشه های عینک رو پاک کنن و بی عینکاش چشما رو خوب باز کنن که خوشگلا وارد میشن. برین خواستگاری و فکر مایه جیبو نکنین. هر آن کس که دندان دهد نان دهد. بله آقا، خدا روزی رسونه. بده در راه خدا. خب پس کار تمومه، بلنش بری مزه. بده در راه خدا. یک موضوع جالب و ابتکاری برای انتقاد از زخم‌های زمانه و برای گشودن یک جاده اسفالت و بدون دست‌انداز به سوی دنیای خنده. بده در راه خدا. این هنرمندان با بهترین ایفای نقش‌ها به شما میگن بده در راه خدا. تقیه ظهوری، کتایون، مختار، لیلا بهاران، جنتی، نوشین، آراسته، صابر آتشین و میری. ببینم تو اهل دودی؟ نه من اهل رشت. چی؟ تو اهل رشتی؟ بده در راه خدا. یک فیلم شاد، هیجان بخش، متفاوت با تمام فیلم ها، با داستانی داغ، نو و تکان دهنده از مهدی سهیلی، طنز نویس زبردست ایران. بده در راه خدا. فیلمی به کارگردانی رضا صفایی، فیلمبردار حمید مجتهدی، مخصوص سازمان سینمایی چهل ستون. بده در راه خدا. بار دیگر بر پرده سینماهای ایران هنرمند برگزیده مردم موجی از شور و التهاب و هیجان می‌آفریند. آغازی و آواز گرم و گیرایش، آغازی و زندگی پر از نشیب و فراز و سرگذشت حیرت انگیزش، آغازی با گوینده هزاران حرف ناگفته از گذشته های دور و نزدیک در جدیدترین فیلم خود فاتح دلها. دو چشمات من پشته از این وزی درشته، دو بوری هم نرشته دلت مال برشته، به این لاله باقه ماشالله نیاد بند تو راقه ایشالله. استقبال صمیمانه میلیون ها تمن از آقاسی و موفقیت چشمگیرش
بیشتر بدان جهت است که او هنر خیش را بی پیرایه و با خلوص نیت عرضه می کند. از صمیم قلب و روح آواز می خواند و در اوج شهرت در کمال سادگی به گذشته خود که خیلی از انسانهای موفق از باز گفتنش آر دارند اعتراف می کند. فکرشو نکن، هر کسی تو این دنیا یه سرنوشت داره. خدای شکر خانی گده گوشت بار کردن. مرد گمنام دیروز و مرد محبوب و مشهور امروز. خدا بخواد همه کارا درست میشه. شما چقدر خوبی. مردی که تا پیش از موفقیتش همیشه فروتن و متواضع بود، غرور نداشت، پرمدعا و خودستان نبود و امروز نیز همچنان فروتن و متواضع است، مغرور نیست، بی ادعاست و خودستایی ندارد. ای والا به آغازی خیلی هم ممنون از آغازی و فاتح دلها نامی شایسته برای سومین فیلم او. فاتح دلها دروده عمر به غم خوردن میارزه نوالا، خوبه دلی از دستمون بلرزه نوالا. همیشه در اوج شهرت و محبوبیت تصورات و آرزوهای یک هنرمند با ترس و وحشت توامند، ترس از اینکه شهرت او را بفریبد و فریب خورده شهرت که زود به گمنامی بازمی‌گردد. شهرت زیادی چه فایده ای داره؟ آدم خونه نشین می‌کنه. ترس از اینکه احساس و هنرش به خاطر ثروت همچون یک کالا عرضه شود. شما خیال کردین هر کی هر کاری بکنه به خاطر پوله؟ پس چی؟ خیال کردی آدم آسمونجولی مثل تو رو برای چی به اینجور جا دعوت میکنن؟ برای اینکه آواز بخونه و پول بگیره. بگیر. و سرانجام ترس از این هنرمندی که با زحمت و رنج در تاریکی ها درخشید به ناگهان در روشنایی ها به خاموشی درآید. بدین سان است قصه فاتح دلها و بدین سان است که آغاسی میخواند. یکی شدیم اگه بخونی فاتح دلها، قصه غم، قصه شادی، برگی از دفتر زندگی این مرد. آن حادثه که مرگ آفرید و آن برخورد شیرین که امید به ارمغان آورد. ای پرستوی ناز و قشنگم، ای تو مهربون با دل سنگم، وقتی که دارم تو را کنارم با هر غم و قصه ای می جنگم. نعمت الله آغاسی، نازنین، مهدوی، مرسی، توتیا، تهرانچی، رقاصه زیبا و هنرمند سوزی یخشار و کمدین محبوب میری در فیلم فاتح دلها. چطوره که این بچه رو تو به فرزندی قبول کنی؟ ها؟ من؟ مگه نه اینکه دکتر بهت گفته که تو بچه نمیشه؟ یواش بابا، تو که فقط عبروی من رو بردی که بابا. برو بیارزه. فاتح دلها را رضا صفایی کارگردان مشهور و توانا ساخته و سازمان سینمایی پانوراما افتخار عرضه آن را دارد. فاتح دلها. ای وای چه بلایی دور از دل مایی، با ما به از این باش که با قلب خدایی، بایی و نخواهی آخر مال مایی، با ما به از این باش که با قلب خدایی. فاتح دلها. Thank you.
نامر صورت یه پی مرده شد. بگی! 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 یالا! برو! یا کاری شهر ارته! یالا! بیوک جلو! یالا! یالا ناکه! باشم برم داشت خورم هم همه چه سر جاشه این مردم همون مردم هم تو همون داشت خورمی Thank you.
امروز چرا سر کار نرفتیم مملی؟ جیو شدم رفتم تماشای داشخونیم بینم چه شکلیه. خب دیدیش؟ آره طاهر خان، یعنی تو اصلا نمیترسی؟ میگن خیلی گردن کلفته. وقتی بزرگ شدی یادت باشه فقط باید از خدا بترسی. زنده باشی. بخواد چه نخواد از زندون اونو بیرونش میکنه. اون وقت همچی که پاشو گذاشت بیرون، همچی که مزه خلاصی ریششی تو محله جلوشو میگیرم و چگرشو سوراخ میکنم. درست همونجا که اون بیمعرفت کارتو گذاشت تو پشت تو و اینطوری چشده به تاقدوخ، جلوی همه اهل محل تو خون خودش آبتنش میدم. من باز میکنم داداش. ای درخان تشریفات دارم؟ آره، الان صداش میکنه. نه، نمیخواد صداش کنه. فقط بهش بگو داشت خلوم از زندان آزاد شده. باید همه چیز زنم. یا میکشنم که غمش نیست، یا میکشمش که اون وقتی که دوست ندارم واسم گریه کنی. سرمو بالا میگیرم و عین یه شیر پاچ خورده از وسط بازار چه میرم تو رفتونی. دوست دارم تو رای پام زانو بزنه. صدای التماسش تا اینجا تو دارونه گوشت بپیچه تا استخونه داکشه. این از دوست دارم پدر. قدمت رو چشتر خواه. باید کار دارم. سلام علیکم مرشد. هیدار قلوم اومد بیرون. منم دارم میرم پیشوازش. خیلی ها میرم پیشوازش. تو فکر بابات باش. اصلا میخوای واسه تقاس خواهرمو بفرستن؟ تو اهل محل بگم پسر مرشد زمان عرضه تقاس گرفتن نداشته دخترش دست باره زده؟ اون تقاسشو پس داده، سه سال تو هلفتونی بوده. این چی؟ پدر من باز یه عمر اینطوری بمونه؟ جواب عمر حلب شده اینا کی میده؟ دل شکستشو چی خوش میکنه؟ چشمای غمدارشو چی شاد میکنه؟ ده بگو طاهر خان. اگه پشت به دیوار بچسبونم و آروم بگیرم مردم چی پای سرم میگن؟ میگن حیدر عاقل بود. میگه ترسو بود، ترسو! هاوار نکش، اینجا تعزیه نی. تو خیال میکنی پدرت چی واسش مونده که زندگی رو همینطوری تحمل میکنه؟ خیال میکنی اون دوتا قاشق شربت و یه لقمه تیلیت که شما تو دهنش میچپونید زنده نگرش داشته؟ نه حیدر، نه. اگه نفس میکشه به خاطر توه، اگه روزو به شب میرسونه و شبو به روز، علتش تویی، تو باعثشی. صدای تو، دیدن تو، حرفای تو شیشه ی عمر اون شدی. اون زبون نداره اما تو کشاش نگاه کن، داد میکشه همه چیزش تو هستی. اون زنده است واسه اینکه تو زنده ای. اون دلش خوشه واسه اینکه تو باشی. حالا میخوای بری جلوی قلومو بگیری؟ خیلی خوب برو. یا اون پس تو برمیاد یا تو پس اون برمیای. اما یه چیزی رو بهت بگم، وقتی واسه یکی تو مردشور داره کفن میپیچه، واسه اون یکی هم تو توپونه دارن طلا به دار میزون میکنن. خلاصش کنم، تمام این دعوا و مرافعه و زد و خورده مال اینه که آدم زندگی بکنه. واسه همینه که میگم حواست پیش اون پیر مرد باشه، چون زندگیش فقط به وجود تو بستگی داره. ای دار یه حرفا میخوام بهت بگم. درستی که تو این سال و زمونه اسمی از مردی و مردونگی نی، اما خیلی ارزش داره. دلم میخواد که تو مرد باشی، همونطور که فکر میکردم. بدش به من چاقو رو. بدش به من. میدونم چی بهت میگذره مرشد، اما جوونه. ها من موازه بشم، خیالاتت راحت باشه.
اومده ایدار نمیذاری که آدم حواسش جمع باشه. داشتم تو حیات نگاه میکردم، چشم افتاد با آبجید، داشت وضو میگرفت. نمیخوام مشغول زمان مشغول بشم، بگو دوباره وضو گیره. زمنم بهش بگو هر وقت وضو میگیری چادر تو بنه سره، معصیت بره. چرا حالیت نمیشه دکتر؟ اینه باید بدونی وقتی مرد تو خونه هست تو حیات نباید بیاد. ولی طاهر خان که؟ طاهر خان نداره، اون واسه من و بابات هرچی باشه واسه تو یه مرده. وضو تست بگی. یا الله یا نه. دلگیر نباشه ایدا، من هرچی گفتم واسه خودت گفتم، تو وصله تن منی. امشب زور خونه میبینم ایدا. بکرتم سامان کن، چاکرم، بفرمایی، بفرمایی، یا علی، بفرمایی، خواهش بشه. اون بر طرف کنون، اون بر بچه. یا الله، دلم میخواست وقتی طاهر خبر خلاص شدن داشت قلوم و شنوف جلاش باز زده بودم، میخواستم بینم رنگ روش چه فرمی شده. تموم اهل پای محله که برق فرونده بودن. خلیل میگفت تو قهوه خونه بعضی آجوری آجوری بودن. چی کارش میکنی داشت قلومم؟ طاهر رو میگم، چی کارش میکنی؟ میکشش نه؟ بکشش داشت قلومم، بکشش. بذاریم بهتون بگن داشت خلوم از طاهر هم میکشه. آره داشت خلوم کسی رو نمیکشه ابراهیم. نمیکشی؟ طاهر میگم داشت خلوم هم. شنفتم کیو گفتی؟ من 3 سال آزگار اون تو بودم، تو خلافتونی. وقتی یه نفر پاشو گذاشت اونجا دیوونه است اگه یک کاری بکنه که دوباره برگرده اونجا. پتوه طاهر دلخور نیستی داشت خلو من؟ نیستم. چه حرفایی میزنی پسر؟ 3 سال عمرمو اون هاپولی کرد، بنگ پوف. همه شاهد بودن اون روز تو زدر مرشد پدر حیدر من گاف کردم. از دست نبود، همه میدونم. نمیخواستم اون پیر و مرد رو بزنم، اما طاهر این حالیش نبود. اون تو رو آره، اون منو تو. اگه بدونی چه روزی بود، سختر از تموم روزای این 3 سال. اون جلو انزار من سکه گیر پول کرد. اینقدر عذاب نکشیده بودم. هر وقت که چشمام تو چشای تو میفتاد ابی، انگار 1000 تا سیخ تو جگرم فرو میکردم. تموم این 3 سال تو فکر اون یهان بودم که چشای تو را غرق اشک دیدم. تموم این مدت روزا و شباش شمردم تا بیام بیرون. نه واسه کشتن طاهر. چرا؟ واسه این که دیگه نمیخوام برگردم اون تو. من فقط میخوام یه بلا سرش بیارم که تا عمر داره این نیشتر تو جیگرش فرو بره. میخوام کاری کنم که پشتش عرق کنه.
ابی نقره داغش میکنم، جلوی همه تون قسم میکنم بلایی سر طاهر بیارم که پشتش عرق کنه. فقط این جیگر نیشتر خورده منو شفا میده. من میرم. کجا داشت خونه من؟ میرم زور خونه بچه اونجا جی خوده درم باشه. سب کنم باید بیام داشت خونه من. انشالله که تو این سه سال فراموش نکرده باشی که ما با اسم علی پامونو اینجا میشه. دست هم بودم بسید ساد. منتظر بودم که بیاد حسابمو باش پاک بکنم، حالا که دیدمش تو زورخونه بود شانس آورد. باز شروع کردی؟ چی ها شروع کردم تایر خان؟ از قد جیگرم داشت میسود، تموم تنم داشت میلرزید. آخه من چرا همونجا با غلام تصدی حساب نکردم؟ چرا؟ بس کن هیدر، زورخونه مقدستر از اونه که کسی بخواد قورده حساباشو اونجا تصویه کنه. تو با اسم علی پاتون گود گذاشتی و صلواتی شدی. باشه تایر خان، طوری نیست. بذار یه مدتم از طلب سر زور خونه با مقدسی گود زندگیشو بگذارونه. آخه تو چرا نمیخوای بفهمی هیدار؟ من حالیمه تو دلت چی میگذره؟ ولی چه میشه کرد؟ اینا جزو چیزای سرد و گرم روزگار باست بچشی تا مرد شید. خب دیگه من یه سری خونه میزنم، باید شم جلو قهوه خونه میبینم. یا علی هیدار، قامت چم؟ نوکرت هم نه،
نمیدونم چه داری دادی میداشتی تا خونه ما میام از تاهر خان. طوری نیست نه، من الان میام. کتابت رو پیشونه من میمونه، بذار بکشمش. ایدار تو چه میدونی چه خونی بدنم کرده؟ خواهر من. مگه چی شده؟ چی میخواستی بشه داداش؟ چشم روشن، زیر سرش بلند شده. چی گفتی؟ در چمدونش وا کردم دیدم پر از پیشکشی ها، یه عجبه، یه نامحرمه. چی میخواستی بشه؟ ایدار دست یه مرد رو زن بالا نمیده. تا یادمه داداش، پشت مرد رو بی اسمتی خم کرده. آروم باش، شایدم خیر باشه، درست میشه ایده. باریکلا، دختر باید مثل تو دهنش قرص باشه. میدونی؟ اگه به داداشت میگفتی که این جواهرا هدیه طاهره، چه مفشری به پا میشد؟ آره، ولی آخه آخرش چی؟ آخرش هیچی، ایشالله به سلامتی عروسی میکنی و خانم خونه طاهر میشی و همه چی یادت میره. آره، تو میگی، ولی طاهر انگار نه انگار که این چیزا رو واسه من فرستاده. اون حتی یک کلومم حرف نزد، آخه چرا؟ والا من خودمم حیرون شدم. اصلا اون بعضی وقتا یه کارایی میکنه و یه حرفایی میزنه که انگار دودله. دودله؟ یعنی میگی چی؟ پس تکلیف من این وسط چی میشه؟ والا یه رای هست. آره، یه رای هست که آتیش دلشو تند کنه. من یه نفره میشناسم که با سحر و جادو گرگو میشه با هم یاشتی میده. باید بریم پیش اون. آره، تو امشب یه لباس عروسی و هدیه های طاهر وردار، من نصفه های شب میام دنبال تو با خودم میبرمت. لباس عروسی مادرم هنوز هست، ولی آخه داداش هیدر رو چی کارش کنم؟ من دیگه نمیدونم، هر کسی طاووس خواهد جور هندوستان کشد. امشب کارتو بکن که میام دنبالت. آره قربون اون چشمای قشنگت برم. میدونی چقدر از شب گذشته؟ از تو بعیده که دنبال اینجور کارا بری. تو که حشمت تو این محل نمیذاره یکی پاشو کج بذاره، باید پرهیزت از همه بیشتر باشه. آخه ننه، این چه غمیه که امشب تو صورتت نشسته. آخه مگه قرار نیست که تو بعد محرم لباس دومادی تنت کنی؟ نه، این خیالاتو که پسرت لباس دومادی تنش کنه و صد عروس بیاره بند دور. مگه اونایی که دوماد شدن چه گلی به سرشون زدن که به سر ما نمیزنن؟ همه چی رو فراموش کن. فراموش؟ فراموش چیه؟ صحبت زندگیه، زندگی تو، زندگی من. ببینم، حتما زیاد خوردی ها؟ نه، حرف مرسی و اینا نی، فقط خب دیگه همه چی به هم خورد. چی به هم خورد طاهر؟ بعضی چیزا گفتن اینی، سرنوشت بعضی ها اینه که زندگیشون عین و سایه باشه، یه سایه ای که میاد و میره. دست آخرم هیچکی نمیفهمه صاحب این سایه پشتش آفتاب بوده و عین و تنور میسوخته.
طاهر، تو رو به خدا اینطور حرف نزن. تو خودت میدونی که من با خندت میخندم، با گریت هم گریه میکنم. من نمیتونم تو رو یه آن ناراحت ببینم. نه نه، منم نمیخوام دلگیر باشم. یعنی هیچکی نمیخواد. این دیگه دست ما نی، این بازی سرنوشته. هیچ کاریش هم نمیشه کرد. برو ننه بخواب، برو بخواب و یه فکر بکن سوای زن گرفتن پسرت. درست کردم، خلاصه به هر کلکی بود گولش زدم، رازش کردم امشب بیاد بیرو. حالا دیگه نونو به تنور باید چسبو، حالا دیگه موقع جن پرندمشه.
بیفته همینجا. بیا تو از اینجا. بیا تو غریبگی نکن. بیا بشین تا من چراغ روشن کنم. الان آقا میادش. صبر کن من چراغ روشن کنم. آقا اومد. چراغ خودتون روشن کنین. خب؟ سلام هیدر، خیر باشی. چی شده مادر؟ هیچی نمه. چی بگم ننه جان؟ چی بگم؟ دیشب از همه خونه فرار کردم. همه جا رو گیدیم. آره همه جا رو. پیداش میکنی. آبجی هیدر اینجا؟ نمیدونم فاتی جون، برو تو رو نگاه کن. Thank you.
بریده باد زبانی نگوید این کلمات که بر حبیب خدا و ختم انبیا. ببین اونها چی کردن؟ چه میکنن؟ ما هم همون کار رو بکنیم، چون دیر یا زود ما هم به سزای اعمالمون میرسیم. اون اعمال ماست که از ما باقی میمونه. خوب و بد، زشت و زیبا، همه در مقابل ما هست. کتاب ها بخت. از زخم زبون و نگاه خلق الله راحتی. یک دو روز برو برگرد، برو برشی هم دلت باشه. نه نمیتونم. رقص شده رقص. آره صدر احمد به رقص نوکرتم. بذار تق آبجی حیدر در بیاد، او وقت خودت میگی صدر احمد به هرچی نیناش ناش 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 ناشه. آره یک پاچه برمالیده بشه که اون سرش ناپیدا، هر گذری گذرش بیفتا چشاش. حیدر باز کلاچه بذاره بالا تر. یادتونه وقتی اعظم خانم چادر سرش بود و عدولا همین قهوه خونه رد شد چطوری رو میگرفت؟ این هو مریم مقدر. بیل اون چرا؟ بابا چه خبرته؟ پر باز سراخ کردی؟ چرا تو غلطه میزنی؟ چیه؟ سلام علیکم. من نمیگم اینا رو از الفی انگلی میگو. خب منم گفتم نگو نامردیه. نه آره دیگه تو گفتی. من میگم دروغ میگی چون شما دروغ میگه نامردا. ببین من رفتم خیته. بریم یعنی تو میگه من ساکت وایستم و هیچی نگم؟ آره پسر من میدونم چه توی میدونم چی بهت میگذره. تو نمیدونی طاهر خان، نمیدونی. من خوب میدونم حیدر که تو واسه آقجید هم مادر بودی هم پدر. میدونم که این لله دوره برش گشتی و هرچی خواسته واسهش کردی. حالا حق داری واسه حرفایی که پشت سرش میزنن زمین و زمون رو به هم بدوزی، ولی آخه فکر خودت هم باید باشی یا نه؟ دیگه جون به سر شدم تو ارخو، دیگه طاقتم تاق شده. از امر این حرف و این کارا نبود. حتما یکی زیر پاش نشسته، حتما. برواه مادرم، به عزت زهرا یادمشو بشناسم. هرکی باشه و هر طور که باشه خونشو میریزم، یه سگ میکشمش. از زمین گیری بابامو بتونم تحمل کنم، اما داغ ناموسو نه، نمیتونم. یادت نره حیدر، اگه داغی در میون باشه همونطور که پیشونی تو رو میسوزونه دل منم آتیش میزنه. اما ایشالا صحبت این حرفا نیست، هرچی هست خیره. خب پدر تنهاست، صبح میبینم. عمرت بده جوان، خیر از جوانیت ببینه.
کیه؟ حاضریه امشبو به یه بی خانمون پناه بدی؟ دیدار منتظرته. برگرد خونه تا ازم. خونه؟ من میگه خونه این رفتم. یا بذار بیام تو یا به این بگو برم. میرم زیر بازار شه. مگه اگر دست مستای آخر شب جون سالم در بردم صبح پیدر جنازم رو میفرسته قبرستون. زنه برده خونه؟ ستاد تر نیاد همینجا بسا ده به 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 بابا دست خوش میشنسی زنه چیه؟ نه به چیه زنه؟ اعظم آبجی هیدرخانه. آره اعظم تره آره آره بریم تا بهت بگم تا اسمال خنگه باشه هیچ وقت نگه تموم خبرهای دست اولو اون اول همه نسهمه باید بهش نشون بدم که علی فنگیل کرم محله است. بریم خبر بدیم. همین الان الانوی زربره با دردم اگه بشت و بیا سر قدرت میپره ولی باید قول بدی که امپر امپر عدد نپره فاز فاز بپره چون به خاموشی میخوره. حالا گوش کن ببین چی میگن. سلام چیه چیکار داری؟ واسهتون یه پیغومو بردم. پیغوم؟ آره ابی گفته که میخوام بفهمم چه خبر شد. دیگه همه چی افتاده شد تا هست امشب باست آب و حوض خونه تا خونه یکی از ما قرمز بکن. بگو ببینم من واسه طاهر نوکر خوبی بودم یا نه؟ خب آره ننه. میخوام ببینم قلومش بودم خدمتشو کردم کوچیکیشو کردم به ننه بگو چیکار به من گفته که نکردم. آخه مگه چی شده؟ طاهر چیکار کرده خونه؟ آره ننه خونه است اما اگه حرفایی که اینا میزنن درست باشه برو تو خونه یه توپ بندست تو صورتش. هی در این حرفا چیه میگنی؟ چرا پرت و پلا میگی؟ تو خودت میدونی که طاهر تو رو چقدر دوست داره. اون وقت نه اون به هر دوی ما کرک داده دوست به
دوش من دنبال آبجیم میگره، بعد برو میفته قوم، بعد آبجیم مرا، آبجیم مرا میاره تو خونه قایمش میکنه. برو ببین، برو ببین. نره دفعه دیگه طاهر، منم مادر در رو واکن. مادر طاهر جلوی مردان نامرد با حیثیت و آبروی من بازی میکنی؟ تو که اینطوری نبودی؟ ولی این دختر اینجا چی کار میکنه؟ مادر پاری حرفاست که همه جه نمیشه زد. پس حرف مردم درسته، هیدر راست میگفت. بلو بلو مادر. نه، تا وقتی که این دختره تو این خونه، من یه دقیقه پامو اینجا نمیذارم. یا جای من تو این خونه است طاهر، یا جای این دختره. اگر اصاب کن نه تو پناه منه، من راست به لیتیگری سرم میشه، اما واسه خنجری که خوش به امتره زیر داریشه. یه سر دیگه تو، اما بدون طاهری که ما به مردونگیش قسم میخوردیم واسه تک تک ما هم مرد. اگه مردونی که به این حرف هاست بذار طاهر با سرم میشه بذار برم. دیگه بس، من دیگه برای تو هیچی نداشتم. نه، وقتی تو چشای اشک‌آلودت نگاه کردم همه چیزو میدونستم، ولی یه چیزو بهتر میدونم. مرد باز رو قولش واسه. لجن بمالن و اونایی که دوستشون داری از دوروبرت فراری بشن. چرا خودتو رسوای محل کردی؟ میگفتم چی میشود؟ چطوری جلو هیدر رو واس میگرفتم تا خونتو رو نریزه؟ بعدش چطوری میتونستم تو میدون توپخونه واستم و جنازه هیدر رو تماشا کنم که نسیم سحر گل دار تکون تکونش میده؟ یه قربونی لازم بود تا یه همچی شری به پا نشه. اون وقت تو خودتو قربونی کردی؟ ای بابا، این نیز بگذره. تو این زمونه قیمت ما، خودمو میگم، با قیمت یه گوسفند قربونی زیاد توفیری نداره. آره، پیداش نکردم. راستی یه مهمون داریم، مادر تاهر اومده مهمون ما باشه. پسرش اینجا نیست. ما یه خوش اومدیم. بریم تو یک اتاق خود استراحت کن مادر. اینجا اتاق خودته، قلم از رو چشم. شما در جمع باشیم. تا وقتی که من زندم اگه صد سالم اینجا پیش ما بمونه، من خودم نوکرتم. نردم باش، تو نیست مادر، تو رو نه.
چرا؟ وقتی طاهر رو دیدم که لب بسته و حرف نمیزنه فهمیدم روحش مثل سپیده صبح پاک. آره داشت خلو من تو رو زد زیمی. من رو زیمی زد؟ آره تو رو زد زیمی. اون خیلی مرده داشت خلو من. خیلی مرده. اون حرف نزد. آبرو خودش ریخت تا آبرو دختر ریخته نشه. این مردی نیست داشت خلو من. این هیچ نیست. اون نمیتونسته حرف بزنه. دوم خروس از زیر کتش بیرون بوده. نمیتونسته چیزی بکه. میفهمی؟ اون مرد داشت خلو من. مرده. لحظه بند پسر. تاموم چاسو محله پایین مرد تو دست داشت خلو ندیدن. اینو همه یه محل میدونن. من یکی نمیدونم. احتیاج داشته چه خواست خونم بریزه و یا خواست رجز بخونه و جلوی اهل محل دو بیاد. من راه افتادم و رفتم. 30 ساله که رفتم. حالا میرم چی کار کنم؟ این تو خونمه. آخه که چی بشه؟ نمیدونم. میخوای بکشیش؟ حیدر رو میگم. من هیچ وقت نخواستم حیدر رو دوشم بندازم. اون زنده میمونه. واسه اون یکی مثل تو هست که دل ناگرانش باشه. من دل کسی رو تا حالا نشوندم. حالا خصوص دل اون زنده میمونه. تو چی تایر؟ من دوست دارم طاهر. اگه بری داشت زنده میمونه. فقط اینو میتونم بشم. میترسم بمیرم و حرفم تو دلم قلم بشه. اینو بدون من بکارتو در روح یه بشر میدونم نه در جسمش. تا حالا لبان بسته بود. بذار حالا بهت بگم. من خاطرتو میخواستم. آره چند ساله که میخوام. جه تازه داشتم مادرم و رای خونتو میکردم. روزگار دیگه.
که نایمد خسته شدم بچه منتظرش بایستدم. انگار باید خودم برم سراغش. نمیاد. تو خونه خودشون باش و رو در رو شد تاهر از این دو رستم چمپه لب ببند هیدار. حرف دهانتون نیگر دار هیدار. حرمت دهن آدم مثل حرف خونه و ناموسشه. وقتی دهن وا میکنی چش نبند. چه بهتر که چشا بسته باشه. اولا آدم صورت نامرده رو نمیبینه. کارد یا زنجیر. چی از من میخوای؟ کارد یا زنجیر. حرف دیگه ای بین ما نیست طاهر. من دستامو دارم پیدا. دستای من برای من بسته. زنجیر میزنمت تا دست به کارت بشی. جلوی من وایسی دستت با کاردم برات بس نیست. بگیر آمد. دست من بلند کنی فهمیدی؟ این دفعه ی آخرت باشه. وقتی کارد و زنجیر داری کارد رو بده دست راستت، بهتر ازش میتونی استفاده کنی. من دیگه باهات حرفی ندارم. خوش برو پیکارت. خوب نبود پیدا. از پشت زدن کارتون نبود. اینقدر با اون چشای به ظاهر مهربونه تو چشای من خیره نشو. اگه مظلومی هزار آهورم تو چشات بریزی به فلا یاری زود با میری تو کار بشین. نه 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 ای جیس بریده بذار حرفمو بزنم. بعد منو بکش هیدر. اما بذار حرفمو بزنم. تو رو خدا بذار حرفمو بزنم. تو خیلی تلاش کردی که آبروی منو نگه داری، اما دیگه فایده ای نداره. اون قربونی که گفتی من باشم بهتره. پس بذار آبرومو، البته اگه آبرویی مونده باشه، وسط این جمعیت بریزم و بگم اصل قضیه چیه. کی این آشوبو به پا کرده؟ چرا مثل تا اون به جون هم افتادین؟ چرا داری بهش تقصیر شماها نیست؟
اون کسی که دامن یه دختر رو لکه دار کرد و یه عمر روزگارش رو سیاه کرد تا از شما انتقام بگیره، همین جا هاست. اونو پیداش کنی، اون گرگ خونی دوراور خونتونه. بیا وسط داشت خودم. انگاری نوبتی هم باشه نوبت توه، خودتو حاضر کن، بیا وسط خودتو بشور. این لکه ای نیست که بشه به این راست و رسی پاکش کرد. بیا بگو که تو لکه دارش کردی. نه داشت خودم، انگاری این دنیا واسه آدم هایی مثل ما خیلی تنگه. بیا بگو که چه خاکی به سرش ریختی. بیا داشت خودم. ایدار، به موی مادر پیرم قسم، در تموم مدتی که چاقو دستت بود و میخواستی منو بکشی یه آن به فکرم نرسید که تو رو بکشم یا بهت زخم بزنم. اما حالا اگه بخوای طرف این مرد بری اونو بکشی، به ولای علی میکشمت. برای اینکه من خودم میخوام بکشمش. نشون بده چی از مرد یا زور سرت میشه. نشون بده. ایدار، آخر کار خودتو کردی؟ نخواستم تو هست، نخواستم دستای پاک تو خون کسی رو بریزه، خونم خون آدمی مثل این. چشات نگاه کنم، شبای تاریک، روزای سیاه، فکر کردم مردی و مردمی که مرده، اما حالا فهمیدم که نمرده. واسه همینه که نمیتونم تو چشات چشم بندازم. دیگه نه راه پس دارم نه راه پیش. تا این سفیده یه صبح فقط یه کار میتونم بکنم، فقط این کارا. دیگه تمومه. چرا آتیش به جوانی زدی پسر؟ من دیگه رفتنی بابا خیلی تنها میشه. بایش بگو خیلی رفته مسافرن، یعنی باور بکنن. آروم باش، خیالت آسوده باشه.
منو ببخشی، ببخشی، تو پاره جیگر منی، ببخشی، تو مردونگی رو رنگ و تموم کردی، ازم خوارم و تالا پناهش دادی، حالا بفتش کن. تو چه معصوم شهید شدی من دارم میمیرم منم میخواستم بگم که منم هستم میخواستم عزت داشته باشم ولی بیراه رفتم حالا طاهر چه ظالم چه مظلوم نظر مردم لغت مولم کنم یه نفر داشت قلومه کمک کنه داره ازش خون میره ابی چنیدی بهم گفت داشت قلوم شلوفتی ابی من فقط ازت میخوام نظر مثل من بشی اگه کاری داشتی برو پیشون این کاری کن مثل اون بشی مثل تاهر نه مثل من بد نه Thank you.